بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 37 فلسفه خودکشی. عصر جدید به عنوان عصر آخرالزمان و قیامت دارای ویژگی های منحصر به فردی در کل تاریخ 2000 اخیر می باشد. عصر ارتباطات جهانی، عصر سلاح‌های امهای جمعی، عصر جنون بازیگری، عصر عیاشی فزاینده و ابصار گسیخته، عصر فاحشگی مفتخرانه، عصر کفر علنی، عصر آزادی، عصر جهانخواری عمومی، عصر امراض مصری و جهانی و لاعلاج، عصر تنهایی باطنی و تجمعات روزافزون ظاهری، عصر طلاق و عصر غرور و بالاخره عصر خودکشی. همه این ویژگی های مذکور متحدن به خودکشی رسیده است که به روش های بسیار متنوع عمل می کند. از خودکشی یک غایت و عاقبت کلی و اجتناب ناپذیر است و شاید اجتناب ناپذیر ترین و جبری ترین انتخاب بشر است و در این حال اختیاری ترین انتخاب هم هست. شاید معنای جبر اختیار در هیچ عمل بشری این گونه جلوه نکرده است. انسان مجبور می شود به خود را بکشد، ولی در این حال هیچ کس هم در بیرون وی را مجبور به این کار نمی کند و بلکه کل جامعه او را از این عمل نهی می کند و او خودش و تماماً به اختیار خود و به دست خودش مجبور می شود که خود را بکشد. هرگز فقر و نداری و ورشکستگی و ناکامی و تنهایی و رسوایی جمعاً به خودی خود قادر نیست که انسانی را به خودکشی بکشاند. بدبختی ها از هیچ نوعش نمیتواند علت خودکشی باشد، بلکه میتواند توجیه و توضیح و بهانه منطقی خودکشی باشد و خود فردی که مرتکب این عمل میشود به خوبی میداند که اینها همه دروغ است و خودکشیش علت دیگری دارد. آنگاه که چه خوشبختی و موفقیت و چه بدبختی و ناکامی هیچ علت و معنا و انگیزه‌ای نداشته باشد، خودکشی رخ می نماید. آنگاه که انسان جز خود خودش علتی برای آنچه که هست نیابد، خودکشی بسیار آسان و ممکن می شود و کلن جان بی ارزش می گردد و به بهانه ای از دست می رود. خودکشی معلول احساس پوچی است. اکثر کسانی که خودکشی می کنند نه خیلی خوشبخت هستند و نه خیلی بدبخت، نه خیلی پولدار و نه خیلی فقیر، نه خیلی ناکامند و نه خیلی به کام رسیده. خودکشی حاصل رویارویی انسان با خودش می باشد به هر بهانه و وضعیتی. بدون تردید هرگز وضع خاصی موجب خودکشی نمی شود. گاه انسان با وضعی از ذهنیت و روان خود روبرو می شود که نمی‌تواند آن را بپذیرد و نمی‌تواند آن را نفی کند، نوعی به دام خود افتادن و هیچ راه گریزی نیافتن. بدین لحاظ نوعی تنهایی بسیار ویژه باطنی است که نه کسی آن را درک می کند و نه خود فرد. خودکشی به مثابه غایت انتقام از خیشتن است و از شر خود رها شدن. آنگاه که انسان دیگر حداقل احساس وجود را در نزد خود از دست می دهد و همه راه و روش های ممکن را آزموده و به نتیجه ای نرسیده است. احساس وجود حاصل محبوبیت است، لااقل در نزد یک نفر. محبوبیت ولی نه مشهوریت. به هر حال خودکشی عموماً در انسان‌های باهوش و دقیق و باطنگرا پدید می آید، خاص آنان که اهل محبت هستند ولی هیچ محبتی نمی یابند. البته می دانیم که بسیاری از خودکشی ها حاصل القاعات ادبی و هنری و خاص تلویزیونی است و به صورت ماجراجویی و تهدید و نوعی انتقام جویی از نزدیکان و عزیزان رخ می دهد و دارای ذاتی نمایشی و سینمایی هستند که برخی از آنها هم اتفاقاً به مرگ منجر می شود. این نوع خودکشی حاصل کبر و غرور ویژه عصر جدید است و
که معمولاً در سن جوانی رخ می‌دهد. این واضح است که خودکشی از هر نوعش حاصل اشد خودپرستی و غرور و خودفریبی هایی است که رسوا می شود و به ناگاه در مقابل دیدگان عیان می گردد. خودکشی از هر نوعش حاصل پوچ شدن معنای خود یا من می باشد. آنچه که کشته می شود دیگر وجود ندارد، ولذا خودکشی به براندازی تن می رسد تا تن از اسارت منی که پوچ شده رها شود. آنچه که اتفاق می افتد نه خودکشی بلکه تنکشی است. آنگاه که من پیشا پیش کشته شده باشد به دست کسی یا کسانی. زیرا انسان هرگز خودش نه تنها مبادرت به من کشی نمی کند که ذاتن هیچ کاری جز پروار کردن من ندارد. لذا من به دست دیگران کشته می شود و تن هم به دست منی که کشته است. من از تن انتقام می ستاند و او را هم با خودش می برد و چه بسا او را هم نجات می دهد. من در آخرین لحظات قبل از مردن است که تن را هم با خود به قتل می رساند. ولی در اکثر موارد این من قبل از جان دادنش عامل نابود سازی خود را به قتل می رساند. رشد جنایات در عصر جدید بدین معناست. از این دیدگاه خودکشی عملی بسیار عادلانه و عزیز و ایثارگرانه تلقی می شود. به هر حال آنگاه که در رابطه با کسی به خودکشی می رسی، بدون شک او خیلی زودتر از تو آرزوی نابودی و مرگ تو را در سر می پروراند و چه بسا بارها به فکر به قتل رسانیدن تو افتاده است. کسی که خودش را به قتل می رساند دیگری را از ارتکاب به جنایت مبرا می کند و این عملی ایثارگرانه است. از آنجا که شدیدترین احساس وجود برای انسان در عشق رخ می دهد، لذا شکست در عشق هم یکی از علل بیرونی خودکشی است. و اگر انسان بتواند در این شکست بر انتقام از معشوق و نیز از خودش فائق آید و معشوق را صالحانه رها کند و برود، از هیچی و نابودی حاصل از این ناکامی نجات یافته و به هستی برتر می رسد، یک هستی روحانی و خارق العاده است. در قرآن کریم در آیه خودکشی نشانه یأس انسان از رحمت خداست و در آیه دیگر خداوند برخی از مؤمنان را دعوت به خودکشی می کند که اکثرشان ابا می کند. به هر حال خودکشی بسیار ویژه‌ای هم وجود دارد که در طول تاریخ برخی از حکیمان و متفکران اصیل مرتکب شدند، از جمله ارسطو، بوعلی سینا، لوکریتیوس، وان گوگ، جک لندن و صادق هدایت. بسیاری از متفکرین اصیل اهل معرفت نفس با این معضل شدیداً درگیر بودند که نیچه نیز از جمله آنها. آیا می توان گفت که اینها از جمله مؤمنانی هستند که به امر خدا دست به خودکشی می زنند؟ در عصر جدید هم خودکشی نوع جدیدی پدید آمده که در مبارزات آزادی بخش و چریکی به اثبات رسیده است. به نظر می رسد که خودکشی دارای طیف بسیار وسیعی از معنا و ماهیت و انگیزه می تواند باشد. ولی در یک نگاه کلی می توان گفت که اهالی خودکشی مجموعاً در جرگه بی آزارترین و رعوفترین انسانها هستند به نسبت گروه و طبقه اجتماعی خودشان. کلن از اهالی باطن و معرفت نفس می باشند و انسانهایی آرمانگرا و مطلق پرست و نیکوکارند و دلی به دنیا ندارند و دارای طبعی بلند و متافیزیکی می باشند و از منظر اعتقاد دینی خود را گناهکارتر از دیگران می دانند و این از جمله نشانه های اهل ایمان است. هر کسی که خودکشی می کند در گروه اجتماعی خود مبدل به آینه تمام نمای نفس و وجدان دیگران می شود و رذالت های دیگران را خاطر نشان می سازد و لذا مورد اکراه و نفرین دیگران قرار می گیرد، مخصوصا نزدیکان و عزیزانش. به هر حال کسی که خود را می کشد
با شرفتر از کسی است که دیگران را می کشد. زیرا هر کسی در ذهن خود مستمرن مشغول کشتن دیگران است. کسی خود را می کشد یا خودش را در نزد خودش بسیار بد می داند و یا بسیار خوب می پندارد. فلسفه خودکشی، فلسفه آخرین تلاش انسان برای نجات از نابودی حتمی است.